یارعلیپور مقدم در دانشگاه آزاد کار میکرد از همون قبل از انقلاب، که بعد از انقلاب با این قضایایی که پیش اومد پاکسازی شد و برای گذران زندگی مثل خیلی از ماها همه جور کاری کرد، از حسابداری و دیگه مرغ و خروس نگهداری و دیگه نقشه برداری و رانندگی تاکسی و تاکسی یعنی رانندگی کردن و کارهای دیگه، تا اینکه بالاخره این امکان اون جای کوچیکی که در اون پاساژ در خیابان گاندی بود که خودش میگه که در واقع این شغل منو انتخاب کرد، من شغلام انتخاب نمی کردم، و این کافر رو انداخت. یه جای دنج کوچیکی بود که با ارتباطهایی که داشت و دوستیهایی که داشت، آدم های مختلفی، نویسنده ها، شاعرها می رفتن اونجا، و در این چند دهه گذشته واقعا چند نسل جوان از روزنامه نگارا، نویسنده ها، شاعرها، طراحا اینا می رفتن اونجا، با اینکه جای کمی بود، 3-4 تا میز بیشتر نداشت. همیشه من یکی دوباری که رفتم می دیدم که بیرون وامیستن تو اون فضای جلوی پاساژ و نوبتی میان تو اینها. با اون سلیقه خودش و اون صمیمیت خودش یک جای خیلی صمیمانه و گرمی درست کرده بود. دوستان که می اومدن از اونها در واقع یه نوع امضاهاشون هم می گرفت. مثلا یک میزی بود که جای نشستن بیژن جلالی بود که یک پلاک کوچیکی هم روش درست کرده بود، داده بود.